مرقس فصل چهارم. عیسی بازم در کنار دریای جلیل به تعلیم مردم شروع کرد. جمعیت زیادی دور او جمع شدند، به طوری که مجبور شد به کشتی که در روی آب بود سوار شود و در آن بنشیند. مردم در لب دریا استاده بودند و او با مثل تعالیم زیادی به آنها داد. در ضمن تعلیم به آنها گفت: گوش کنید، دهقان برای پاشیدن تخم به صحرا رفت. وقت مشغول پاشیدن تخم بود، مقداری از دانه ها در راه افتاد و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه ها روی سنگلاخ جایی که خاک کم بود افتاد و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شد. اما وقت آفتاب بر آنها درخشید، همه سوختند و چون ریشه نداشتند خشک شدند. مقداری از دانه ها در میان خارها افتاد و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند و جوانه ها حاصلی نیاوردند و بعضی از دانه ها در داخل خاک خوب افتادند و سبز شده رشد کردند و ثمر آوردند و حاصل آنها 30 برابر، 60 برابر و 100 برابر بود. و بعد عیسی فرمود: هر که گوش شنوا دارد بشنود. وقتی عیسی تنها بود، امراهانش با آن 12 نفر درباره مفهوم این مثل ها از او سوال کردند. او جواب داد: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما برای دیگران همه چیز به صورت مثل بیان می شود تا دائما نگاه کنند و چیزی نبینند، پیوسته بشنوند و چیزی نفهمند، مبادا به سوی خدا برگردند و آمرزیده شوند. سپس عیسی با آنها گفت: شما این مثل را نمی فهمید؟ پس چگونه دیگر مثلها را خواهید فهمید؟ دهقان کلام خدا را پخش می کند. دانه هایی که در کنار راه می افتند کسانی هستند که به محض این که کلام خدا را می شنوند، شیطان می آید و کلامی را که در دلهایشان کاشته شده است می رو باید. دانه هایی که در زمین سنگلاخ می افتند، مانند کسانی هستند که به محض شنیدن کلام خدا با خوشحالی آن را قبول می کنند. اما کلام در آنها ریشه نمی گیرد و دوامی ندارد و وقتی به خاطر کلام زحمت و یا گرفتاری برای آنها پیش می آید، فوراً دلسرد می شوند. دانه هایی که در میان خارها می افتند، مانند کسانی هستند که کلام را می شنوند، اما تشویش زندگی و عشق به مال دنیا و هوا و هوس و چیزهای دیگر داخل می شوند و کلام را خفه می کنند و آن را بی ثمر می سازند. و دانه هایی که در خاک خوب می افتند به کسانی می مانند که کلام را می شنوند و از آن استقبال می کنند و 30 برابر و 60 برابر و 100 برابر ثمر می آورند. عیسی با آنها فرمود: آیا کسی چراغ را می آورد تا آن را زیر تشت یا تخت بگذارد؟ البته نه، آن را می آورد تا روی چراغ پایه بگذارد. هیچ چیز پنهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز پوشیده نیست که پرده از رویش برداشته نشود. اگر گوش شنوا دارید بشنوید. باز با آنها فرمود: در آنچه که میشنوید دقت کنید. با هر پیمانه‌ای که بدهید با همان پیمانه هم میگیرید و حتی زیادتر از آن به شما داده میشود. هر که دارد به او بیشتر داده خواهد شد و آن که ندارد آنچه را هم دارد از دست خواهد داد. عیسی فرمود: پادشاهی خدا مانند مردی است که در مزرعه خود تخم می پاشد. دانه سبز می شود و رشد می کند، اما چطور او نمی داند. شب و روز چه او در خواب باشد و چه بیدار، زمین به خودی خود موجب می شود که گیاه بروید و ثمر بیاورد. اول جوانه، بعد خوشه و بعد دانه رسیده در داخل خوشه. اما وقتی که محصول می رسد، او با داس خود به کار مشغول می شود، چون موسم درو رسیده است. عیسی فرمود: پادشاهی خدا را به چه چیز تشبیه کنم؟
و یا با چه مثل آن را شرح بدهم؟ مانند دانه اوری است که در زمین کاشته می شود. اوری کوچکترین دانه های روی زمین است. اما وقتی که کاشته شود، رشد می کند و از هر بوته دیگری بلندتر می گردد و شاخه های آن آنقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند در سایه آن لانه بسازند. عیسی با مثل‌های زیادی از این قبیل پیام خود را تا آنجا که آنها قادر به فهم آن بودند برای مردم بیان می کرد و برای آنها بدون مثل چیز نمی گفت. اما وقت تنها بودند، همه چیز را برای شاگردان خود شرح می داد. عصر امان روز عیسی به شاگردان فرمود: به آن طرف دریا برویم. پس آنها جمعیت را ترک کردند و او را با همان کشتی که در آن نشسته بود بردند و کشتی‌های دیگر هم همراه آنها بود. طوفان شدید برخاست و امواج به کشتی می‌زد، و طوری که نزدیک بود کشتی از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب کشتی سر خود را روی بالش گذاشته و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند: ای استاد، مگر در فکر ما نیستی نزدیک از غرق شویم؟ او برخاست و با تندی به باد فرمان داد و به دریا گفت: خاموش و آرام شو. باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود: چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها با ترس و لرز به یک دیگر می گفتند: این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می‌کنند؟